بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها سلام، چطورید؟ خوبید؟ اوضاع میزونه؟ احوالتون اوکیه؟ سلام علیکم. سلام سلام سلام. استاد من سوال دارم از جلسه پیش. خب بپرس. دست میبره بالا. بفرما رو جان. سلام میام. بله عالی. خیلی ممنون. خسته نباشید. من توی طرز حل کردن اتحاد جمله مشترک با شکل خیلی مشکل دارم. هم جمله مشترکش، هم اتحاد مرتبط. توی شکل مربع بود. خب. نمیفهمی جریان از چه قراره؟ چی؟ متوجه نمیشی جریان از چه قراره؟ باش. میگمت. اینجاست. میگم رو جان، حتما میگم، نگران نباش. آره امیر مهدی، من امروز داشتم چک میکردم، سوال ندیدم، حضور و ذهن ندارم. اگر سوال داشتید یه یادآوری بزنید. فقط یکی از بچه ها فکر کنم 3 سوال پرسیده بود، باید حل میکردم و جایی نبودم که بتونم بنویسم و حل کنم و اینا. باشه چشم، پاسخ میدم. برو چشم. بچه ها سوال اگر پرسیدید تو گروه، اوکی، سوال اگر پرسیدید خب یا ریپلای کنید و یادآوری بزنید، یادآوری بزنید برای من. چشم. میگم فقط یکی از بچه ها 3-4 تست فرستاده بود، من باید اینا حل میکردم، چون موقعیتم موقعیتی نبود که بتونم حلش کنم، یعنی جایی نبودم که کاغذ خود کار داشته باشم، اونو نتونستم بنویسم. تنها چیزی که دیدم همین بود، اگر اشتباه نکنم برای پایه 9 بود، وگرنه چیز دیگه حقیقتا ندیدم. حالا اگر سوال دیگه آها میگه سما من بودم، اوکی، اگر سوال دیگه بوده دیگه من چیز دیگه ندیدم حقیقتا. یه یادآوری کنید رو من بهتون پاسخ میدم. قبلا گفتم الان بازم میگم، ببین بچه وقتی که سوال باشه خب، یا اینکه اولا که سوالتون رو یه دونه یه دونه بپرسید. خب یه دو تا نکته بگم بعد بریم سراغ درسمون. سوال رو یه دونه یه دونه پرسید. چرا؟ چون وقتی یه سوال باشه همونجا سریع صوتی هم شده راهنماییت میکنم و پاسختو میگیری. اما وقتی یه دفعه 5 سوال میاد، 10 سوال برای من میاد، میمونم میگم که باید یه زمانی بذارم بشینم این 10 رو پاسخ بدم و اون زمانه خیلی سخت میتونم به دستش بیارم. پس یه دونه یه دونه بپرسید، دونه دونه به نتیجه میگیرید. یعنی کسایی که دفعات قبلی یه دونه یه دونه پرسیدن، سریع فکر کنم به جوابشون رسیدن. این یه نکته. بله حالا کار داریم سما، نگران نباش، اتحاد حالا حل میکنیم. من میگم امروز این فصل رو تمام میکنیم، تازه یه فصل دوباره یادآوری داریم و کلا میخوایم دوره کنیم این فصل، یه جلسه این فصل رو میخوایم دوره کنیم. نکته دوم این که اگر سوال دارید حل میکنید، پاسخشو دارید، خب سریع عکس بگیرید بفرستید. من همونجوری، یعنی بیرون مشغول مثلا راه رفتنم حتی اگر باشم، خب یا هر موقع که ببینم سریع میتونم به صوتی توضیح بدم دیگه، ببینید چی شده چی نشده. اما وقتی نیاز به حل کردن باشه باید واقعا زمان بذارم بشنم حلش کنم. امروز اتحادا تمومه، نگران نباشید. خب یه 2-3 اتحاد گفته بودم حل کنید که برای امروز، که اینا رو با هم دیگه حلش میکنیم. خب آقا x2 منهای 3x به علاوه 1، x2 من به علاوه 3x منهای 1، این چجوری حل میشه؟ اولا بعد این 2x منهای 3، 2x به علاوه 5، کی بود میگفت جمله مشترک درس دادید؟ بله دیگه درس دادم که گفتم اینو حل کنید، و دوتا هم اینجاست، x منهای 1، x به علاوه 1، x2 به علاوه 1 و این. خب اول
سوال 17. بذار اینا رو حل کنم بعد. من اینو میگم بعد ببینم کسی میتونه اینو بگه یا نه. آقا جان بریم اولی. ببین گل من 2x منهای 3 2x به علاوه 3 یه جمله تو هر دوتاش مشترکه. میگم جمله مشترک به توان 2، یعنی 2x کلن به توان 2 به علاوه مجموع غیر مشترک ها، این غیر مشترکه، اینم غیر مشترکه، منفی 3 به علاوه 5 در جمله مشترکه، در 2x به علاوه یه ضرب غیر مشترک ها، یعنی منفی 3 ضرب در 5. خب حاصل نهایی چی میشه؟ میشه 4x2 منفی 3 و 5 میشه 2، 2 دو تا 4 تا میشه به علاوه 4x منهای 3 5 تا هم که انشالله میشه 15 تا. پس شد 4x2 به علاوه 4x منهای 15. اینو من حل کردم. یکی دیگه هم از اون مزدوجاش من حل کنم و بعد بریم سراغ جمله مشترک. مزدوج چی رو گفته بودم؟ من اینو حل میکنم. آقا الان x منهای 1 x به علاوه 1 این دوتا با هم دیگه مزدوجن. پس میگم جمله اول به توان 2 یعنی x2 منهای جمله دوم به توان 2 1 به توان 2. درست شد؟ که 1 به توان 2 خب میشه 1 دیگه، چه کاریه؟ اینو بیخیال میشم. حالا این یکی رو مینویسم. این چیه؟ x2 به علاوه 1. بچه دوباره خود این چیه؟ نگاه کن جمله اولی تکراریه، دومی هم تکراریه. دوباره خود این چیه؟ یه جمله، یه دونه اتحاد مزدوجه. میشه اولی به توان 2 یعنی x2 کلن به توان 2 منهای دومی به توان 2، پس میشه x4 منهای 1 و السلام. خب حالا میمونه هانیه و نیکا. اولی رو اولی بگه، دومی رو دومی بگه. آقا این اولی کی اول دستش بالای نیکا؟ هانی خب دومی رو بگو دیگه. بله صدا دارم. بله بفهمی. احسن. بچه نگاه کنید، از یکیش از مثبت فاکتور گرفتن معنی نداره دیگه، همون میشه. خب یعنی اتفاق خاصی نمیافته. اما توی این از این اومده منفیش فاکتور گرفته. وقتی از منفی فاکتور بگیره میشه چی؟ میشه آقا منفیه، منفی میاد بیرون، منفی 3x میشه مثبت 3x، مثبت 1 هم میشه منفی 1. حالا الان x2 تو جفتشون هست، 3x منهای 1 هم تو جفتشون هست. تنها چیزی که متفاوته چیه؟ این علامت وسطه که این منفی این مثبته. حالا میگم اولی به توان 2 یعنی x2 به توان 2 منهای دومی، دومی دقت کن اینا هاش، اینا دومی یعنی 3x منهای 1 به توان 2. حالا اولی به توان 2 میشه x4 منهای دومی به توان 2 چی میشه؟ دقت. بعضی ها می نویسن 9x2 منهای 1. آقا مربع دو جمله ایه، اون چشما رو باز کن. میشه 9x2
تمامه؟ نه ناتمامه. چرا؟ چون این منفیه رو هنوز تأثیر ندادیم. میشه x چهار منهای 9x2 به علاوه 6x منهای 1. ممنونم، کاملا درست بود. بعدی هانیه. سلام علیکم، بفرما. منظورت اینه که جمله مشترک چیز حل کنیم، مزدوج حل کنیم. خب جمله های اول رو با هم میگیریم، بعد جمله های دوم رو با هم میگیریم که میشه x به توان 4 به اضافه y به توان 4 منهای x 2 y 2 این چه اتحادیه؟ اول اول چیه؟ اسم داره؟ مربع دو جمله چی جوری حل میشه؟ بگو وگرنه میذارم این LCD رو میشکنم. بگو. جمله اول به توان دو به اضافه جمله دوم به توان دو به اضافه جمله اول و در جمله دوم و در دو. بله. منهای ساده تر ساده تر میشه یا نمیشه؟ درست، مرسی، ممنون. کس دیگه جور دیگه ای هم حل کرده؟ بچه ها کس دیگه ای به روش دیگه ای حل کرده یا نه؟ خب مثلا نیومدید بگید آقا اینجا از x2 ام منفیش فاکتور بگیرم میشه x y منهای y2. خب اینم که هستش x2 به علاوه x y به علاوه y2. بکش دیگه بابا. از این روش هم میشه حل کرد که باز بنویسی x4 بعد دوباره اینو اینجوری حل کنی. درست شد؟ کسی از سوال داشته باشه؟ هر کس متوجه شده؟ هر کس متوجه نشده؟ اوکی، الان برمیگردم قبلی سما.
فاطمه خندام یه بالا. ببینم کجا رو مشکل داری. فاطمه بیا دست رو بالا ببینمت. سلام استاد، خسته نباشید. سلام علیکم، بفرمایید ما در خدمتیم. استاد من همون قسمت اولش رو که اومدید جدا کردید و پرانتز روش کشیدید و من همون جاش متوجه نشدم. این روش پایینیه یا بالاییه؟ روش پایینیه. پایینیه؟ x2 و y2 رو با هم گرفتیم، اینجا هم x2 و y2 رو با هم گرفتیم، درست شد؟ حالا میگیم آقا یه دفعه با مثبت x y یه دفعه با منفی x y. حله؟ یعنی این مثبت میایم با حفظ علامت عوضش میکنیم دیگه. آره 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 اینها. یعنی حالا اینو یه پرانتز میذارم اینها اینا اینا. آه درست شد؟ بله. روش بالایی هم اینه که یکیشو توی منفی قرینه کردم. این که همه مثبتن کاری باهاش ندارم، اینو توی منفی از منفی این دوتا فاکتور گرفتم، میشه x y منها y 2. نگو الان اصلا نمیشه، بالاییه نمیشه. اوکی، اگر این منفی بود میشد، اما چون منفی نیست نمیشه. بله. اوکیه؟ بله میشه. خب آره الان دوباره توضیح میدم. باشه چشم. خب میگه که اولا من یه بار دیگه این توضیح بدم. ببین آقا x2 y 2 رو با هم گرفتیم، اینجا هم x2 y 2 رو با هم گرفتیم، یه دفعه مثبت x y، یه دفعه منفی x y. حالا الان چه اتحادی ساخته شده؟ اتحاد مزدوج. چرا؟ چون جمله اولیه دقیقا یکیه، جمله دومیه متفاوت، جمله دومیه هم یکیه، فقط علامت ها متفاوته. پس میگم اولی به توان دو، یعنی x2 به علاوه y2 کلن به توان دو منهایه، پرانتز دومیه به توان دو. این به توان دو بابا به پیر به پیغمبر این الان مربع دو جمله ایه. گوش کن، همیشه دارن اینو اشتباه میکنن. همین بالا الان گفتم که آقا این بالا گفتم این مربع دو جمله یه، دوباره این پایین اشتباه کردی. ببین امسال رو میبینی؟ بیا سال دیگه اشتباه میکنی، سال بعدیش اشتباه میکنی، بیا کنکور اشتباه میکنی، تو دانشگاه اینو اشتباه میکنی. من دارم از الان بهت میگم، تو بگو نه من اشتباه نمیکنم که میبینم ات حالا بعدا. آقا این مربع دو جمله ایه، فرتی ور نداره بنویس x4 y4. خب این میشه اولی به توان دو x4، دومی به توان دو y4، دو برابره اولی در دومی، دو برابره اولی در دومی منهای x2 y2. حالا آقا جون این دوتا x2 y2 منهای یه دونه x2 y2 میشه چی؟ دوتا پرتقال. منهای یه دونه پرتقال، ما که دوتا داشته باشیم یه دونه بدیم میشه یه دونه پرتقال، تموم شد. میشه x4 به علاوه y4 به علاوه x2 y2. این از این. یکی دیگه بچه ها فرستادن میگه آقا اینو توضیح بده یه بار دیگه. اینه هاش اینه، میگه که 2x منهای 3، 2x به علاوه 3. آقا تو این 2x تو جفتشون مشترکه. ببین نگاه کن، 2x اینجا هست، 2x اینجا هم هست، 2x مشترکه، یعنی یه جملهش مشترکه. پس میشه اتحاد یک جمله مشترک. اتحاد یک جمله مشترک چی بود؟ میگیم جمله مشترک به توان دو به علاوه مجموع جملات غیر مشترک در جمله مشترک به علاوه ضرب غیر مشترک ها. آقا جون جمله مشترک چیه؟ 2x به توان دو برسون، به توان دو به علاوه جمع غیر مشترک ها، 5 و منفی 3 رو جمع کن، ضرب در مشترک کن، ضرب در مشترک به علاوه یه ضرب غیر مشترک و منفی 3 ضرب در 5. آقا این میشه 4x2، این میشه منفی 3 به علاوه 5 میشه 2، 2 دو تا میشه 4 تا، میشه 4x 3 5 تا هم که میشه 15 منفی 15.
خیلی خوب. اوکی. آقا بیاین بعدی تجزیه بهتون نگفته بودم حل کنید؟ خیلی بالایید. خب بیا اینجا، بیا اینجا، اب نداره. آقا بریم اینو حل کنیم. این اینو حل کن، اینم حل کن، همین الان بجم خدا ماشاءالله. کدوم رو سوال داشتی؟ چرا همه رو گفتم دیگه؟ یه بار دیگه بگو کدوم بود؟ سما بله بله هست، نمونهش هست. آها میگه من نمیتونم بفهمم تو اتحاد کی باید فاکتور بگیدیم. ببینید بچه ها، اولی که قلق اتحاد زمانی دستتون میاد که واقعا سوال زیاد حل کنید. خب این اولین نکته، به مرور زمان متوجه میشید. دوباره میگه آقا من نمیفهمم کی باید فاکتور بگیریم. ببین وقتی حالت عادی نبود، ببین الان اینجا رو نگاه کن، الان نگاه کن، آه آه کوشینی که با فاکتور حل کردیم اینا اینجا بود. اینی که با فاکتور حل کردیم اینه دیگه، درست شد؟ آقا اینه، اینه الان با فاکتور حل کرد. ببین حالت عادی نیست، اینجوری نیست که بگی آقا جمله به علاوه یه چیزی شده، به علاوه منها یه چیزی شده. عادی نیست و من باید بسازمش. موقعی که میخوام بسازمش 90% با فاکتور گیری حل میشه. اوکی تینا؟ سما الان اوکیه؟ سما جواب ندادی. آها میگه چه مهدی، دیدم دیدم سوال تو، حل میکنم مشابهشو. میگه چجوری از منفی فاکتور گرفتیم؟ نگاه کن ایناش. مگه این نیست؟ ببین x2 منهای 3x به علاوه 1. ببین من x2 رو که کاری ندارم، اینو بذار کنار. خب میخوام از منفی این دوتا فاکتور بگیرم، فقط این دوتا. خب از منفیش فاکتور بگیری میشه منفی، پرانتز باز 3x مگه منفی نیست؟ از منفیش فاکتور بگیری چی میشه؟ میشه مثبت، میشه 3x. 1 مگه مثبت نی؟ خب اما منفی فاکتور بگیری یعنی توی منفی داری ضرب میکنی، پس میشه منهای 1. درست شد؟ حالا دستم رو برمیدارم، ایکس تو بیا سر جات. حل شد؟ سلام، همه داشته رو انقدر دیر. دقیقاً درسته حدیث، دقیقاً داره درست میگه. اون عدد، اون عددی که مشترکه رو بی خیال برو سراغ اونای دیگه. آقا اینو که من دارم، اون وریه رو باید درستش کنم. دقیقاً داری درست میگی. خب بریم حالا، بریم بعدی. خب کدومو قرار شد حل کنید؟ این بیاد. آقا اینو نگاه کن، الان دقت کن، این دوتا با همدیگه یه مزدوجن. خب اولی به توان 2 میشه x2، منهای دومی به توان 2 هم میشه y2، درست شد؟ آه آه
در خودشو می‌نویسم x2 به علاوه y2. آقا دوباره اگر دقت کنیم ببینید دوباره ما زوج ساخته. خب اولی به توان 2 میشه چی؟ میشه x4 منهای دومی به توان 2 هم میشه چی؟ میشه y4 و سلام. این شد جواب نهایی. بریم سمت راستیه. اگر سوال ندارید البته، اگر سوال دارید بپرسید. خب اوکی، قایب داریم؟ چند نفر؟ کیو کیه؟ حنانه اومد. آره فاطمه چرا قایبه؟ باش نیستم. بچه ها دیگه نذارید با تأخیر بیان. اوکی. از جلسه بعدی اگه با تأخیر اومدن دیگه من خوش. خب اوکی، ببین دقت کن، x2 فاطمه اگه تصویر نداره یه دفعه خارج شو دوباره وارد شو. آقا x2 به علاوه 4 x2 منهای 5. آقا جان ببین x2 تو جفتشون مشترکه، پس یعنی یک جمله مشترکه. یک جمله مشترک چی میگه؟ میگه جمله مشترک به توان 2 به علاوه جمع غیر مشترک ها. جمع غیر مشترک ها میشه چند؟ 4 به علاوه منفی 5 در جمله مشترکه، در x2 به علاوه ضرب غیر مشترک ها، یعنی 4 ضرب داره منفی 5. درست شد؟ پس میشه چی؟ میشه x4 منهای این میشه منفی 1 منهای x2 منهای 20 و سلام. مرسی، بریم پایینیش. اینو حل کن. اون نه، اینو حل کن، اینو حل کنن همه. اول سمت چپیه، حل میکنم. سمت راستی هم حل میکنم. اول سمت چپیه. جواب بیاد سریع، سریع جواب. خیلی خوب آقا جون، جمله مشترک چیه؟ جمله مشترک رو بگو. بودو بینم. جمله مشترک، جمله مشترک، جمله مشترک بگو. ماشاءالله، یعنی میزنم. یعنی آقا جان عزیز من، x به علاوه 2 y، x به علاوه 2 y. آ ماشاءالله نیایش. ببین x به علاوه 2 y تو جفتش هست،
پس این جمله مشترکه، غیر مشترک من ایناست. پس میگم جمله مشترک به توان دو، یعنی x به علاوه 2y به توان 2 منهای، ببخشید به علاوه، جمع غیر مشترک ها منفی 1 به علاوه 3 در جمله مشترکه، یعنی x به علاوه 2y به علاوه ضرب غیر مشترک ها، یعنی منفی 1 ضرب در 3. آقا بریم بعدی، آقا بریم بعدی، این چی میشه؟ این چی میشه؟ بگو این چی میشه؟ میشه x تو به علاوه یعنی اگر نمیگفتی مربع دو جمله یه من میدونستم با تو دارم داد میزنم، دارم خفه میکنم خودم و میگم حتما مربع دو جمله ایه، الا و للا مربع دو جمله ایه. تو اگر میگفتی مربع دو جمله ای نیست که همین الان نابود بودی. پس مربع دو جمله ایه میشه اولی به توان دو، x دو به علاوه دو برابر اولی در دومی، دو x ضرب در دو y میشه 4 x y به علاوه 2 y به توان 2 هم میشه 4 y 2. منفی 1 به علاوه 3 میشه 2. این میشه 2. آقا 2 هم تو این ضرب میشه هم تو این ضرب میشه. 2 ضرب در x میشه 2 x، یعنی به علاوه 2 x به علاوه 2 ضرب در 2 y میشه 4 y به علاوه. آقا منفی 1 ضرب در 3 میشه منفی 3، پس میشه منهای 3. حالا با هم دیگه بازم ساده میشه، x2 ندارم، 4x y ندارم، y2 ندارم، ندارم، تموم. ماشاءالله. آندرستن اور نو؟ نو، مرسی. خیلی هم عالی. یه بار دیگه. بیا اینجا. آقا جون x به علاوه 2y اینجا هست، اینجا هم هست. وقتی تو جفتش هست مشترکه. این منفی 1 این مثبت 3 این دوتا غیر مشترکن. پس میشه یک جمله مشترک. یه جمله مشترک چی بود فرمول؟ سریع برو سراغ فرمول، بگو با من، بگو. جمله مشترک به توان دو، مجموع مشترک ها ضرب در مجموع غیر مشترک ها ضرب در جمله مشترک به علاوه ضرب غیر مشترک ها. یه بار دیگه با هم دیگه بریم، جمله مشترک به توان دو به علاوه جمع غیر مشترک ها ضرب در مشترک به علاوه ضرب غیر مشترک ها. مرسی. چند نفر نگفتن و حواسم هست. ببین آقا x به علاوه 2y به توان 2 به علاوه جمع غیر مشترک ها ضرب در مشترکه به علاوه ضرب غیر مشترک ها. x به علاوه 2y به توان 2 میشه مربع دو جمله ای. خطر از بیخ گوش روژان رد شد. این مربع دو جمله ایه. حواستون رو جمع کنید ایها الناس، حواستون رو جمع کنید. سوتی بدی آره، مربع دو جمله ایه. میشه اولی به توان دو، دو برابر اولی در دومی، 4 x y دومی به توان دو، 2 y به توان دو میشه 4 y 2. آقا منفی 1 به علاوه 3 میشه 2، 2 ضرب در x میشه 2 x، دو ضرب در دو ایگرگ میشه 4 ایگرگ، منفی 1 ضرب در 3 هم که میشه منفی 3. حالا آندرستند؟
بیا این یکی رو حل کن، بیا این ورم آزار. نعم ها ماشاءالله ماشاءالله امیر عباس ها نعم نعم اهلا وسهلا تبارک الله. میام این یکی. خب بریم بابا، بریم. این کیا حل کردن؟ جواب آخر. کیا حل کردن؟ جواب آخر. انرژی پایینه. کیا حل کردن؟ جواب آخر. جواب نمیاد برای من. آقا خانوم مومن زیاده جوابه. جواب آخر رو بگو. جواب آخرش خیلی هم کمه. مهدی صدا داری الان؟ مهدی چوپان. آها اوکی. خب اصلا اشکال نداره. ببین اولین قدم برای حل این سوال چیه؟ چیه؟ اولین قدم برای حل یه همچین سوالی وقتی میبینی اینه که نگرخی. اولین قدم اینه. حفظ خونسردیته. خونسرد باش. اتفاقی نیفتاده که. حل میکنیم با هم دیگه. من میتونم. من بلدم. ما به خود انرژی بده. دومین قدم میای نگاه میکنی. نگاه میکنی میبینی هیچی نمیفهمی. وقتی میبینی چی نمیفهمی بازم خونسرد باش. اصلا خودتو نباز. تو میتونی. نگران نباش. سومین قدم نگاه کردی پاهات شل شد، باز دوباره خودتو نباز. بیا نگران نباش. حل میشه. ببین گل من یه دستبندی باید حل کنیم. دستبندی. من بهت پیشنهاد میکنم بیا این دوتا رو با هم دیگه حل کن. یا چقدر گنده، چه اینجوریه این دوتا قلمه، چیه ازشه آقا جان؟ این دوتا با هم، این دوتا رو با هم دیگه حل کنیم چی میشه؟ جمله مشترکه دیگه. میخوام این میشه یا نمیشه. میگه آقا جمله مشترکش ایکسه. میشه جمله مشترک به توان دو ایکس دو به علاوه مجموع جملات غیر مشترک در جمله مشترک میشه چی؟ 5x به علاوه 6. خب این الان شد این. این چی شد؟ این چی شد؟ میشه x2 به علاوه x. اگر بخوام ضربش کنم، من نگفتم این درست ننویسا ننویسا نگفتم این درسته یا نه. خب الان چی میشه؟ قرار مگه اینجوری حل کنیم؟ آقا این روش جواب میده، جواب بده، جواب نمیده بریم روش بعدی. فقط میخوام راهنمایی کنم بهتون. این روش، روش دستبندیه. ببین حواس جمع. دو تاش رو باید با هم بگیری، دو تای دیگرش هم باید با هم بگیری. حالا الان حلش کنم میتونی حل کنی. باشه. آها ببین بچه ها اوکی، یه چیزی من بگم، یه چیزی من بگم. من یه اصطلاحی دارم برای خودم، حالا تازه اول ماجراست، اشکش مانده، نگران نباش. ببین من میگم که پایه نهم به بعد، خب وقتی که میخوای سوال حل کنی باید با سوال کنی. من الان میتونم خب راحت سری بنویسم تمومش بره. خب پس چه تلاشی، چه همکاری، چه کار گروهی؟ پس هیچی تمومش رفت که. خب این تو میتونی آقا من همینجوری بنویسم بشین فیلمشون نگاه کن تماشا بره دیگه. میخوام با هم دیگه کار انجام بدیم، میخوام یاد بگیریم. ببین عزیز جان من اصطلاحا میگم با سوال کشتی بگیر، انقدر بالا پایین برو تا سوال حل کنی. ببین هر چقدر برای یادگیری تلاش کنی همونقدر باید اون سوال جون بکنه تا از ذهن تو بره. یعنی تو اگر اینو کشتی بگیری 4-5 حالت، آقا من میام ایکس رو با این میگیرم، من مثال دارم میگم،
x رو با این میگیرم یا نه مثلا x رو با این میگیرم یا نه این دوتا رو اصلا با هم میگیرم، نمیدونم چه حالتی. حالا من فعلا دارم بهتون میگم حل کنید، خب من کاری ندارم فعلا. یا اینکه آقا اصلا از یه چیزیش فاکتور میگیرم، شاید نمیدونم یه اتفاقایی بیفته. خب ببین اگر بیای کشتی بگیری وقتی یاد گرفتی دیگه اون موقع پاهات شل نمیشه. پس حلش کن ببینم میتونی حل کنی یا نه. من تازه یه سری سوال میخوام بدم به شما برای خونه که برید واقعا کشتی بگیرید. نیا کن بیا اینجا. ما الان این همه تجزیه داریم اینجا. نه داداش اینا ها، این همه هنوز سوال داریم. حالا اینا رو که من قبلا حلش کردم، البته برای شما حل نکردم، برای کسی دیگه است. خب نگران نباش انقدر. آقا من یه تضمینی به شما میدم، من یه تضمینی بهتون میدم، می نویسم امضا میکنم. امتحان نهایی خرداد ما امکان نداره اصلا هر جا هر مدرسه ای به شما سوال بده، تو کل ایران به شما سوال بده، سوال مشابهش رو تو سر کلاس من حل نکرده باشی، می نویسم امضا میکنم. تضمین 100%. برو حلش بده. حالا اینو چیکار کنیم؟ الان سما میگه من کشتیم خوب نیست. وسط کشتی نت قطع شد. چی؟ سوال دیدی که محل مشابهش نبوده؟ سوال دیدی که آها درست صحبت کن، حواست جمع کن اینجا. فاطمه میگه من حل کردم ولی نمیدونم درسته یا نه، بیا ببینم چجوری حل کردی. بگو استاد. من اول مدام همین عبارت رو، خب این همین ایکسی که پشت پرانتز اولم هستش رو توی همین رو ضرب کردم، یعنی گفتم اگه همین ایکس اولم بیا توی پرانتز ضرب بشه، اومدم اینجوری جواب رو به دست آوردم. زن الان روی بخوام بگم، اومدم گفتم اگه ایکس رو ضرب در ایکس کنیم میشه ایکس به توان دو، درسته؟ خب همین اینجوری اینا رو سر کردم با هم دیگه. نه ببین جوابم شک دارم. ببین با استفاده از اتحاد جواب نهاییت که درست به دست میاد، ولی قراره با استفاده از اتحاد حل کنی، موضوع اینه. خب شما باید مثلا اینجا اومدی، ما چی گفتی مثلا اینجا؟ خب ببین اینجا الان میگیم آقا x2 به علاوه 2x، x2 به علاوه 2x، پس یعنی x2 به علاوه 2x تو جفتشون مشترکه، پس میشه جمله مشترک. پس میگم آقا x2 به علاوه 2x کلن به توان 2 به علاوه جمع غیر مشترک ها منفی 3 به علاوه 4 در جمله مشترکه. ببین دارم از اتحاد استفاده میکنم، نیومدم تک تک ضرب کنم. به علاوه یه ضرب غیر مشترک ها منفی 3 ضرب در 4، این الان میشه x4. اینو بگو چی میشه؟ کدوم دقیقا؟ همین، این به توان دو چی میشه؟ تصویر میره، من متوجه نمیشم. الان یه کاری میکنم تصویر دیگه جرأت نکنه برم. الان خوبه میبینی الان؟ بله، نتونم ضعیفه. خب الان بگو الان x دو به علاوه 2x به توان دو چی میشه؟ x به توان 4 به علاوه 2x، اگه 2x رو بیاییم به توان 4 برسونیم، ببخشید 2. خب حرف نزنید. خب 4x به توان
خب ادامش درسته. خب ادامش ادامش نه آقا من چی کار دارم؟ من اصلا هیچ کاری با تو ندارم. من الان میگم اینو به توان دو برسون به من بگو. اصلا کاری به راه حل قبلی و بعدی ندارم. اینو به توان دو برسون به من بگو تو. یعنی کشتمه. 40 تا پیام اومد اینجا. خندان فاطمه نه نه چه فرضشه؟ کش خودشو. کی بود این؟ روژان داره خودش رو میکشه. هانیه است. جمله اولمون به توان دو. نه درسته. اولی به توان دو میشه x4، 2x به توان دو هم میشه 4x2، دو برابر اولی در دومی هم میشه 4x3 به علاوه این که میشه 1 ضرب در این کنی میشه x2 به علاوه 2x اونم منهای 12. ببین یعنی با بنده خدا اینجا 4x2 با x2 هم راستی جمع میشه، اینجا این با این جمع میشه، میشه چی؟ x4 به علاوه 4x میشه 5x2 به علاوه 5x2 به علاوه 2x منهای 12. بچه ها کشتن خودشون رو پشت صحنه داشتن بال بال میزدن. نکن این کارو. خب اوکی حله. خواهش میکنم. امیر مهدی این آقا این پایین دارم، نگرانش نباش، تو به من اعتماد کن. این آها این پایین هست، این کش خودشو، این آها به کمک اتحاد به دست بیاری، این همونه دارم اینجا. خب آقا من یه مقدارش رفتم. خب دستبندیه. همون اتحاد بیارم کامل بنویسید. اینهاش اونی که من رفتم دستبندیشو بقیهش رو حل میکنید برای من میفرستید. ادامه سوالا. x رو تو همشون ضرب کنیم یعنی میشه خب مربع سه جمله ای نمیشه که، مربع سه جمله ای نمیشه. میشه x2 به علاوه 1، بعد اینو تو اون بعد ضرب کنی، بعد تو اون ضرب کنی، مربع سه جمله ای نمیشه. نه همون دستبندی حل کنید به جواب میرسید، بعد من براتون حل میکنم. نه نه گفتم نه دیگه. نه استاد من دوتا را میخوام حل کنید. چشم آقا من یه دقیقه اینا حل کنم، این کش منو. بعد بریم تجزیه. میگه اتحاد ایناش. سوال 15. البته سوال مهمیه، میگه به کمک اتحاد به دست بیارید. این سوال امتحانیه بچه‌ها، واقعا سوال مهمیه. به کمک اتحاد حاصل اینو بخوام به دست بیارم میشه چی؟ آقا مثلا 71 یا مثلا 999 به توان 2. 999 به توان 2 میشه 1000 منهای 1 به توان 2. این چیه؟ مربع دو جمله ایه، یعنی 1000 به توان دو جمله اول به توان دو منهای دو برابر جمله اول در جمله دوم به علاوه جمله دوم به توان دو. آقا جان 1000 به توان دو میشه 1 میلیون.
منهای 2000 به علاوه 1 یه میلیون منهای 2000 میشه چند؟ میشه 998000 به علاوه 1 انشاءالله به لطف خدا 998000 و 1 اشتباه نکردیم به لطف خدا. حل میکنیم حدیث، نگران نباش. این سوال، این سوال 16 الان وقتش نیست، برمیگردم حل میکنم. خب اما چند جمله های زیرا تجزیه کنید. آقا بیا اولین تجزیه. آقا ما اتحاد زیاد کار کردیم، حالا الان میخواییم بریم سراغ تجزیه. خب توی تجزیه دقت کن. اگر ببین چند حالت داره، به این ترتیبی که بهت میگم عمل میکنی. اولین حرکت تو تجزیه، همیشه اولین حرکت فاکتور گیریه. تونستی فاکتور بگیر، نتونستی برو سراغ بقیهش. درست شد؟ آقا فاکتور گیری شد شد، نشد میریم سراغ بقیه. چی؟ اگر دو جمله بود 99% چیه؟ مزدوجه. دو جمله بود به توان دو، بینشون منفی، مزدوج، مزدوج و سلام. آقا اومدی دو جمله نبود، سه جمله ای بود، سه جمله ای بود میری جمله مشترک. آقا مربع دو جمله ای چی؟ ولش کن، من دارم بهت میگم ولش کن، بیخیال. چرا؟ چون مربع دو جمله ای نوعی جمله مشترکه، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. الان حل میکنی متوجه میشی؟ دقت کن، الان اینجا دوتا جمله است، جذر اینو بگیر x، جذر اینم بگیر 3. آقا یه دفعه میشه جمعشون، یه دفعه میشه کمشون، x به علاوه 3 x منهای 3. الان بعدی رو نگاه کن، اینجا این آقا فاکتور نمیشه. چند تا جمله است؟ دو جمله است. آقا دو جمله است اینها، این یه دونه، اینم یه دونه. میبینی؟ حالا جمله اولیه به توان دو رسیده، اینها به توان دو، جمله دومی هم به توان دو رسیده، بینشون هم که منفیه. دمت گرم، بیا اینجا جذر این چی میشه؟ یعنی توانشو بزن. پس میشه 2x به علاوه 1، جذر این چی میشه؟ توانشو بزن، میشه چی؟ x به علاوه 3. یه دفعه جمعشون، یه دفعه 2x به علاوه 1 منهای x به علاوه 3 کمشون. حالا حساب که کنی 2x با x میشه 3x، به علاوه 1 با 3 هم میشه 4. در اینا بچه ها این منفیه رو وقتی که تأثیر بدی میشه منفی x به منهای 3. پس 2x منهای x میشه 1x، مثبت 1 و منفی 3 میشه منفی 2. یه بار دیگه میگم دقت کن، حواست رو جمع کن، متوجه بشی. ببین آقا جون، این الان یه جمله به توان 2 منهای یه جمله دیگه به توان 2. شاید ممکنه تو بگی آقا این الان دو مربع دو جمله ایه. نه عزیز من، تجزیه گفته. به عبارت تجزیه دقت کن، من قراره تجزیه کنم. اگر اتحاد بود اینا رو باز میکردم. درست شد؟ حواست جمع باشه. ببین اگر داشتم آی به علاوه بی به توان دو، این الان میشه اتحاد. درست شد که میگفتیم آ دو به علاوه دو، آ بی به علاوه بی دو. اما اگر این رو بهت داده بیاری به این، میشه تجزیه. حله بابا؟ حالا دقت کن، میگه آقا این الان به توان دو منهای این به توان دو، پس جذر اولی میشه 2x به علاوه 1، جذر دومی میشه x به علاوه 3، یه دفعه جمعشون، یه دفعه کمشون. آقا الان اینا رو از هم دیگه کم کردم، منتها حواست جمع باشه. وقتی میخوای کم کنی حتما پرانتز رو بذار، یعنی در اصل من باید اینجا هم پرانتز بذارم، منتها چون پرانتز تأثیری نداره دیگه نذاشتم. و یا نه اگر بخواید حتما میتونید پرانتز بذارید، میگیم آقا یه دفعه جمعشون، نگاه کن، یه دفعه هم کمشون، اینا هاش.
بعد پرانتزا رو برمی‌داری به صورت ساده می‌نویسی اوکی اور نات اوکی. روژان الان اوکی یا نه؟ نه از اول میشه یه بار دیگه. یه بار دیگه. ببین. خب پس اون بالا گفته بودی که چیزی که اوکی. خب حدیث چی په؟ حدیث و فاطمه و یکی دیگه هم بود. امیر مهدی. خب بیا اینجا تو این یکی سوال دقت کنید الان. بیا این یکی همونجا نمونی. بیا اینجا نگاه کن. الان اینجا رو نگاه کن. آها این یه جمله یه پرانتز دیگه، اینم یه پرانتز، این به توان دو، اینم به توان دو. بینشون چیه؟ بینشون منفیه. توان دو هم که داره، پس چیه؟ مزدوجه. اوکی تو فرض کن، تو فرض کن، فرض دیگه اشکال نداره که. تو فرض کن این آ دوه، اینم بی دوه، جذر این میشه آ، جذر اینم میشه بی. اوکی حالا من میگم که چی آقا؟ جذر این میشه ایکس به علاوه یه دو ایگرگ، جذر اینم میشه چی؟ دو ایکس منهای ایگرگ، یه دفعه جمعشون یه دفعه کمشون. حالا مساویه x تا 2x میشه چی؟ میشه 3x. 2y منهای y میشه چی؟ میشه 1y. در x منهای 2x میشه منفی x، 2y منهای y هم میشه y. و سلام. Understand or no؟ میگه چرا یک بار کم یک بار منها؟ عزیز جان آ دو منهای بی دو چه زمانیه؟ زمانیه که چی باشه؟ آ به علاوه بی، آ منهای بی، این میشه آ دو منهای بی دو، یه دفعه جمعشون یه دفعه کمشون. اینم کم. اوکی آقای مهدی؟ خب بریم اون ور، بریم اون ور. بعد میگه چرا x منفی شد؟ x منهای 2x. نگاه کن این میشه x به علاوه 2y منهای 2x به علاوه y. الان حساب کنید x منهای 2x میشه منفی x، 2y با y میشه 3y، اینم 3y. اینا چشاتو باز کن ببین سر رو، نگه یه مدن نوشته بودا، با سبزم نوشتم که ببینی. ها حل الان. خب بیا این وری، بیا این وری، بیا اینجا، بیا اینجا، بیا این ور بازار. ببین x2 به علاوه 5x 36. حلش کن جواب سریع من بگو. حدیث باوی اوکی؟ حدیث هنوز اوکی نده. اوکی خب برو و حدیث حل کن. جواب آقا سریع سریع
سرعت پایینه. سرعت پایینه. لحظه صبر کنید. بعضی ها هستن اصلا عکس کتایون شفیزاده، مهسا سلطانی و حالا آیلین فیروزی، من شما سه نفر رو زیاد نمیبینم. او ساعت بله چیه؟ نه فعال نیستید، جواباتون کمه، حرکت ندارید زیاد، اینجا من نمیبینم اسماتون زیاد. ایکس من های یک ایکس به علاوه 6 ایکس به علاوه 2 ایکس به علاوه 3. اوه چه خبره یا علی یا علی. اوکی فعال تر، مرسی. بیا اینجا آقا اولی، از این جذر بگیر میشه چی؟ میشه ایکس 2 به علاوه 5 ایکس. از این هم جذر بگیر میشه چی؟ میشه 6. او 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 فکر کنم دو سه نفر درست نوشتن. یه دفعه جمعشون، یه دفعه کمشون. آقا جان جان اینا رو میشه بازم ساده کرد؟ جمله مشترک چی میگه؟ جمله مشترک، اتحاد جمله مشترک، وقتی میخوای تجزیه کنی میگه آقا این اولیه رو جذر بگیر، جذر این چی میشه؟ میشه x. دو تا پرانتز باز کن، x x. دو تا عدد میخوام، دو تا عدد میخوام ضربش بشه 6، جمعش بشه 5. ضربش بشه 6، جمعش بشه 5. 2 3. بریم بعدی. جذر x2 چی میشه؟ میشه x. دو تا عدد میخوام ضربش بشه منفی 6، جمعش بشه مثبت 5. آقا ضربه این دفعه منفیه، وقتی ضربه منفیه یکی منفی یکی مثبت، یکی منفی یکی مثبت، چند تا میشه 6 تا؟ بگو عددو، بگو عددو. مزدوج که بود که دختر، پسر ببخشید. مرسی. 6 و 1 میشه مثبت 6 منفی 1. بچه این علامت همیشه علامت عدد بزرگ است، پس میشه مثبت 6 و منفی 1. و سلام. اگر مرحله اول رو همه فهمیدن، مرحله اول رو همه فهمیدن، حنانه مرحله اول، فقط مرحله اول. x7 چیه؟ x7 من ننوشتم. x7 ندارم من اینجا. کی می؟ هانیه چی میگی؟ بیا ببینم. هانیه غلامی کوشی، هانیه دست بالا.
قضیه که اولیه که پرانتز دوم کردید، دومیه منها کردید. به همون پرانتز دومیه x به توان 7 کنید. این دوه. اوکی. خب آقا مرحله اول همه اوکی باشن، مرحله دوم اوکیه، نگران نباش. مرحله دوم ما نفهمیدیم، تو میگی اوکیه، آره من میگم اوکیه. چرا؟ چون الان 10 تا مثال میخوام برات حل کنم. دقت کن، بیا اینجا. مگه ولد میکنم من سر جمله مشترک؟ بگو آقا x2 به علاوه مثلا 4 به علاوه 9x. خب بنویس دیگه، ای چی اینجوری میمونه؟ x2 به علاوه 9x به علاوه 14. همه رو تجزیه کنید، همشو، هر چی مینویسم تجزیه کنید، همه مثالا رو تو خونه مینویسید تجزیه کنید. همش هم چیه؟ همش هم یک جمله مشترکه. خودم دارم بهت میگم x2 منهای 5x منهای 14 بعدی x2 منهای 12 به علاوه 12x به علاوه 20 بعدی x2 منهای همین الان مال همش هم مال همینه. x2 منهای x منهای 42. آقا سریع تجزیه کن. آه آخرش خدافزی کردم میمونی ها، نمیری ها، بشکن نزنی بگی بورا تعطیل شد الفرار، میمونی کار دارم، زندگی داری. بریم برای حلش. آقا جان جان گفتم همش جمله مشترکه، سه جمله ای دیدی میری سراغ جمله مشترک. جزم میگیرم x دو تا پرانتز، اینجا هم همینطور x دو تا پرانتز، x دو تا پرانتز، اینم x دو تا پرانتز. چرا x جزر اولیه همیشه x؟ نیا کن x. آقا همیشه x؟ نه فعلا x، خوشحال نشون. آقا دوتا عدد میخوام ضربش بشه 14 جمعش بشه 9. بگو سریع، همه ردیف کنید بذار ببینم. ماشاءالله x به علاوه 2 x به علاوه 7. بریم بعدی حله. بریم بعدی، دو تا عدد میخوام ضربش بشه منفی 14 جمعش بشه منفی 5. بگو ماشاءالله.
دقت 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 حواسا جمع. وقتی این منفیه یکیش منفیه، ببین ضربش وقتی منفیه یکیش منفیه، دقت کن. مرسی آقا. دو هفته چهارده تا، هفت و دو میشه، کدومش منفی کدومش مثبت؟ این همیشه علامت عدد بزرگ است وسطیه، این میشه منفی این میشه مثبت. اوکی بریم بعدی. آقا دو تا عدد میخوام ضربش بشه 20، جمعش بشه 12. برو ببینم ماشاءالله. دقت، علامت دقت کن دیگه، تو رو خدا علامت دقت کن. امیر مهدی علامت دقت کن. آیلین من نمیبینم پیام تو. کتایون پیام تو نمیبینم. مهسا سلطانی پیام تو نمیبینم من. شما سه نفر کجایید؟ دو و ده درسته، مثبت دو مثبت ده. خب بیا اینجا جواب نگاه کن. آقا شیش هفتا، کدوم مثبت کدوم منفی؟ این علامت عدد بزرگ است، این منفی این مثبت. کسی از هنوز یاد نگرفته باشه؟ کسی از هنوز یاد نگرفته باشه؟ نه مهم نیست. اگه جرأت داری بگو یاد نگرفتم. اوکی. خیلی برای جلسه آینده تکلیفتو برات میفرستم. ایناست تکلیفت. چیکار میکنی؟ تکلیفت این، تکلیف دیناست. یه کوچولو 7 8 10 20 30 40 تا سواله. چیز خاصی نیست. اینا رو حل می‌کنی و برام می‌فرستی. حل کردی؟ حل کردی. حل نکردی؟ آها. تا جلسه آینده موفق و معید باشید. یا علی خدا نگهدار.